bismillahirrahmanirrahim Rahim. Example number nine of journal. Example number nine. Read the example first. Journalize the following transaction in the book of Rahim Company uh, for December 2019. Opening balance at the beginning of December 2019 is as following. What are the opening balance? Opening balance of cash. is 1 lakh, opening balance of bank is 2 lakh, opening balance of account receivable is 50, account payable 1 lakh 50, and land and building is equal to 60,000. Second, so این مثال با مثاله قبلی یک اندازه فرق داره چرا با مثال قبلی فرق داره به که در مثال قبلی ما طوری از یوم میکردیم که کمپانی برای نو یعنی اولین بار فعالیت خود چی که شروع کرده از خاطر با ما شما نشان میدادیم که می گفتم که کپیتال انتریدیوز با تار مثال کپیتال انتریدیوز کپیتال انتریدیوز کپیتال انتریدیوز یه رشی می گفتم می گرفتیم مگر این مثال به اون نوه نیست این مثال توری است که کمپانی قبلا در مارکت بوده ده ها سال در اونجا چی کده فعالیت کده که در استرات اگر کمپانی در مارکت فعالیت داشته باشه یعنی برای بار اول شروع نشده باشه باز از یک سال به سال دیگه چی میمونه بالانس میمونه مثل که شما سوپرمارکت باز کردن متاور مثال سوپر مارکت باز میکنین اگر نه سوپر مارکت بخواین که سوپر مارکت باز کنین این چی در سوپر مارکت نیست مجبور هستین که مقدار سرمایه معرفی کنی در وجه لوازم بخری اسید بخری کامپیوتر بخری درست است مواد بخری به خاطر خرید فروش بخیره بخیره و غیره و غیره چیزای دیگه و نه در بانگ اکاونت پیسه نه در داخل پیسه است دا لیچ پیسه پیس مگر باز اگر اینی سوپر مارکت از سالای قبلی شما فعالیت کرده بودن آلم سال میخوایی که بازم اکاونت شریکارد کنی از قبلا با زوج بالانس می در سوپرمارکت مواد است پیسی تو سرکس مانده پیسی کسی سر تو مانده در بانک اکانت در داخل بزنس هم چی از پیسه وجود داره پس ایره چی میگه اوپنینگ بالانس امی که بالانس از یک روز به روز دیگه میمونه یا از یک ماه به ماه دیگه یا از یک سال به سال دیگه باقی میمونه او چی میگه اوپنینگ بالانس درست در آخر ما بالانس کلوز میشه مثلا این اینی در آخر اول گفته که اوپنینگ بالانس ات دی بیگینینگ اف دسامبر به این مانا که ای پیش از دسامبر کدام ماست؟ نومبر به این که در ماه نومبر این میا بالانس ها چی شده؟ کلوز شده وقتی کلوز شده در اون ماه کلوزنگ بوده بازی که به ماه دسامبر میا چی میا اوپننگ میزه ای که باید دسامبر اوپننگ شد کلوزنگ شد باید به با میره به ماه دیگه به جنوری چی میشه اوپننگ میزه درست؟ یعنی در آخر ماه کلوزنگ است در اتدای ماه دیگه چی میشه اوپننگ میزه پس این بالانس ها چی مانده؟ من ایسه اوپننگ بالانس یک بالانس، دو بالانس، سه، چار، شش بالانس رسد؟ به خاطر فهمیدن اچی بهتر این یک نقطه دیگر دوستان متوجه باشین اگر از سال قبلی در اینجا بالانس بر ما مانده باشه اگر از سال قبلی بالانس ما مانده باشه بالانس ماند از سه حالت خارج نیست از چند حالت خارج نیست از سه حالت اینی حالت اگر سال قبلی برتون بالانس مانده باشه بالانس از ایدر asset اور بالانس از لایبیلیتی اور بالانس از کپیتال این دو بالانس دیگه ایج از سال قبلی برتون نمیمونه

یا در پرافت انلاد شده کدیم ریکارد و این سه اکانت دیگه اکانت های پرمننت است که ها ایجواده از بزنس گم نمیشه و اگر فکرتان باشه در بین ازی اگر الامی بود که همیشه اصدش مسایی و لیبلیتی جمع کپیتال و ای در کدام استیدمنت میشه ای در اگر استیدمنت به نام چی ظایر میشد؟ به نام بلانشید پس اکانت هایی که در بلانشید ذکر میشه یا تکرار میشن یا ریکارد میشن اونا رو به نام پرمنن اکانت میگن and those accounts which appear in profit and loss this can be called as well و یادتان اگر باشه یک چیز رگام که هر چی که نتیجه این کم بود با کجا رفت، با بالانس می رفت. اگر فایده بود امرای کپیتال می میشد اگر لاس بود از کپیتال چی میشد منفی میشد رایت پس مثل یک با یک دریا که در آخر در اگریگ سانتی چه و جذب شد این آخرین نقطه پرافت ان لاس است بالانس که بالانس پرافت از یک سال به سال دیگه کاری کرده نمیتونه پس بالانس هایی که از یک سال به سال دیگه انتقال میافه مربوط به کلام استیتمنت مربوط به بالانس درست و او کلام چیز می باشه ایدر د بالانس اس کپیتال لایبیلیتی اور درست اسید گپ دومی که اینجا خب برما گفته که بالانس کش بالانس بانک بالانس اکاونت ریسیبل اکاونت پیبل ان بلند ان ما چطور که ویچ اکاونت ویچ اکاونت کریدیت وای how many accounts are there account increase or decrease belong to which group so it is debit or credit for those things cannot be applied in this case why it cannot be applied because this is already applied in the in the previous accounting period uga pojdega da account period e habli chuda ole feelan bar mo chimonda bar mo tana balance chuda darasa pas agar balance s saliqab bi bar to mon chuto bofoman ke kodamish debit ast kodamish credit قانون qanun nei je wujood dare kodam qanun wujood dare qanuni اگر از سال قبلی بردان بالانس مان بالانس های اصد همیشه چی هست؟ همیشه دبت است و بالانس های لیبیلیتی و کپیتال همیشه چی می همیشه و یک گفت دیگر متوجه باید باشن که همیشه اگر اوپنینگ بالانس مان اصدش مساوی از با کپیتال جمعه لایبیلیتی لیبیلیتی So if there is an opening balance once again all the are all assets are and all capital and liabilities are ای چی So when we say debit and credit, we know what we are doing If you know what you are doing, it's a debit Which account is asset? Cash is asset, so cash accounts is debit Why cash? Cash is a new asset, so it has to be a debit debit Then Bank account Bank account, in this case, this is also asset But sometimes bank account can be credit also If it is credit, then they are not that on that case So they will mention the CR inside the bracket باز اگه بانگ نشته که در پیش روی بانگ نشته که داخل قوس که سی آر به این که بالانس بند چیست کرده دست باز اگه دی آر نشته به این که بالانس بند چیست کرده دست رسد یا میریم پایین اکاونت ریسیبل سیو میشی هست اکاونت ریسیبل اکاونت ریسیبل هم یک نوه چی هست یک نوه اصد هست رسد هست اکاونت ریسیبل یا هم یک نوه اصد باز بعض اوقات امکان دارد به اینجا اکاون ریسیبل نباشه در جایش به مثال احمد باشه محمود باشه رحیم باشه با دو با دا داخل قوس برتون یا با سی آر میکنه یا نشتم میکنه دیار. اگر دیار آر نشته به این که اونمو نام از هر نام کس احمد از محمود است مربوط به کدام اکاونت از اکاون ریسیبل است باز اگر دا داخل قوس به طور مثال نشته کرد بیرون نشته احمد یا محمود داخل قوس نشته که سیار آر با دو تو باید بفهمی که او مربوط به کدام اکاونت است اکاونت پیبل است درست Why? Because debit is asset and account and credit is, uh, of course, liability or capital. and record Main point. Account payable. Account payable belong to credit. So, first of all, let us finish the debits. Land and building. Land and, and building. and record Two. In all colleagues. Two what? Two. One account is here by the name of account payable. Account payable. In all the how much cash is there? Cash is equal to one lakh, right? How much bank is there? Bank equal to two lakh. How much land and building is there? Account receivable is there? 50,000. And of course, how much is land and building? Land and building is equal to amount of. Go on the other side. Mention how much is balance of account table. Balance of account table is only 1 lakh 50,000. Right? Now find out the balance of this two side. 1 lakh plus 2 lakh plus 2 lakh become 3 lakh, 3 lakh plus 50, 3 lakh 50, 3 lakh 50 plus this one become 4 lakh, 4 lakh 10,000. But balance of credit side is only equal to how much? Only equal to 1 lakh 50,000. As I said before, asset always, it means balance of asset always should be equal to capital plus liability. If you see in this example, once again, capital is not given. So if capital is not given, so we have to find out capital, right? So how to find out capital? against this formula. So asset is equal to liability plus what? Plus capital. Right. So again, if you want to find out capital, capital is equal to equal to asset minus liability. Right. So put the values now. Make them capital is equal to equal to what? Asset. How much is asset? Total value of asset is 410,000 like 10,000. Minus How much is the liability? Liability is one lakh. Press the equal sign. You get the difference. How much is the difference? Difference is two lakh sixty thousand. اند تو لغو شصت هزار در مقابل چی کوینی نشده. پایینی liability بیا نشده کوی یک liability دیگر ام نشده کوی اندول نشده کوی چی؟ تو capital دار. مگر بوده دو خلاصاوس نشده کوی چی؟ Balance figure. Balance figure. که Balance figure بود چی منمی دار. Balance figure تو منمی دار. کسایی که بود باز بعداً میخوای که income statement رو شماره بخونه so this was the difference in this example that if there is any opening balance opening balance this should be recorded in this way if both sides match it is fine otherwise then either liability is missing or capital is missing then you have to find it from this formula right this was the case so this one is done now go for the second transaction. but in order to do this one, so let me remove first of all this part. okay, this is done. and also remove this two temporary or permanent accounts. then you can do it now. check on 7th, on 7th there is a transaction. computer purchased amount of 50,000.

در اون صورت ما چند اکاونت می داشتیم یک اکاونت بود می داشتم با کامپیوتر و یک اکاونت دیگه چون اگر معامله چون نظر به با ترانزکشن باز به با کامپیوتر پرچیز نه کلمه کش نه کلمه ریسیو نه کلمه کلمه ذکر شده بود باز من میگفتم از جنس به قرض خریدیم بود اکاونت دوم چی می بود اکاونت ها. پی پال بود مگر اینجا این دفعه دا داخل قرض یک چیز دیگه هم ذکر کرده چی گفته گفته کامپیوتر خو پرچیز به یک لک مگر 50 هزار پیش به قرض است در مقابل 50 هزار پی دیگه چی Pass also what are main difference? It's say account. Do account? 3 but say account. Account is say what? You don't understand. I account is say Machinery. You don't understand. I mean, machinery. that? Machinery and all recorded. account accounts. One account for computer purchase. They cannot make record. If account for purchase, because goodness, computer purchase. Computer purchase. One account for computer. And this is purchase against what? Fifty thousand against account payable and fifty thousand against machinery. Right? Now you can record. Computers belong to asset. Account payable belong to liability, and machineries also belong to asset. If you purchase computer, computer increase, liability also increased but machine decrease. Why? Because you exchange machine. Machine Asset increase debit, liability increase credit, when machine decrease, am credit. Here is record. So record this one. Which account is the bid? Computer account. Computer account is the Two. To. to which account? To account payable. Ampsharon. To which account? To machinery account. Machinery account. How much is the value of computer? Value of computer is one. Net. On the other side, how much was account payable? 50. And how much was machinery? That was also equal to 50,000 this is done go for the next transaction 10 expenses paid inside the bracket rent 10000 and salary also 10000 bozan bar tan mego mm -hmm. agar inimit as made name bood ba tar misal inimi qismat zikr namay shit tanha bar man me goftak ba tar ke expenses paid for 20000 doorat bolma do account dashtam cha na kam dashtam idadi move mekanam do account do account dashtam yak account bood account expenses then expenses و اکاونت دوم چی بود؟ اکاونت دوم کش چرا کش بود؟ به خاطر که اینجا پیمنت شده و ایتزا کش ترانزکشن در هر کش ترانزکشن یک اکاونت صد در صد چی هست؟ کش هست و چطور تو کش ترانزکشن هست که کلمه پید ریسید و کش ذکر شد اگر ای چیز نمی بود آل ما ایره تنها ریکارد میکردیم اکسپنسز اکاونت و کش اکاونت چون به خاطر که این آل ایده داخل قوض ذکر شده اگر داخل قوز ذکر شد باید تو به با جایی که اکسپنس را میکنی به جایی که ایکسپنس میکنی باید انوایش چی بگیری نشته کنی مثلا مثال سالری سالس، است و دیگهش بوخشن یکش رنت است و دیگه چی است دیگه سالری است درسته اینا له چی مانا میتا مثال اگر این این چیزا ذکر نمیشد به طور مثال میگفتی که در داخل سنت یک سیدان است در فلان سنت سیدان مسل است یا دو دان است. است فرانوشته میگیری که مسل اینجا تنها نشته میگه که اکسپنس اول که باز بتار مثال که فامیلی که در دا داخل بتار مثال کی ها هستند با نام مسئله میگیری احمد محمود و رحیم درست با دو دیگه ضرورت نیست که بگید در دا داخل سن است میگی که بتار مثال که در دا داخل احمد و محمود و رحیم است این ما اگر انواع اکسپنس را نمیفهمیدیم با نشته میکنیم که اکسپنس اول چون انواع اش نمیفهمیم به جای که کلمه جنرال اکسپنس را نشته خود انواع اکسپنس چی میگیم نشته میگیم کلمه رو نشته میگیم میگیم رنت are making salary or we are cash. Salaries belong to expenses. Rent is also belong to expenses, but cashes belong to what? Belong to us. Okay. Expenses. After rent the expenses increase. Salary increase. Cash? Cash decrease Salary increase. Rent. Paid expenses Expenses decrease. Debt. This is also debt. But cash account become what? Credit. Why? Because it decreases. Perfect. So, you have to record it here itself. Then, record which account the bit One account is rent account. Second account as salary account. And to which account? To Two cash account. To cash account. Right? Now, record the balance. How much is rent? Rent is equal to 10,000. And how much is salary? Salary is equal to 30,000. On the other side, how much is the cash? Of course, cash is equal to 40,000. Right, so this is done. Go for the next transaction and remove this part as well. Good next one revenue received 60,000, but inside the bracket 40,000 is from sales, and of course, 20,000 is from what from commission. Danger boss, do so agar batara masol batara masol inikasmat bolom the masolid nami good. Boss the uthra more record maker them ke -hmm. revenue received. revenue received one account for revenue one account دیگر رو بچی میگرفتن با کاش مگر این مثال با فرق میکنه چرا فرق میکنه به خاطر اینکه اینجا انواع revenue رو که ذکر کرده پس ده اینجا بجای از اینکه تنها revenue نشتا کنی انواع revenue رو sales چی درست یعنی کلمه جنرال ای revenue کلمه جنرال است دیگه جنرال نامه چرا که از In a you have like account by sales and second account from commission and the next account of course we have to take forward for cash right revenue sellers belong to revenue of course commission is also belong to revenue cash is belong to what assets this one increase this one also increase and this one also increase increase in revenue credit increase in revenue as of course credit increase an in asset is called what recorded right okay. to record which account is debit, cash account is debit, to which account, to, to, to sales account, and as well as to which account, to commission, to commission, right, mention Wait. the value, how much sales, how much cash, cash a kula qimat shi chiku record, wa u taraf to sales, sales <inaudible> mo chandas, sales mo chalaba, wa commission chandas, commission bisawa, So go for the next transaction. Please remove this part. Okay. Next transaction. Check the next one. Next one is, of course, this one. Machine purchase amount one lakh, and the installation charge paid is equal to 40,000. Right? See this one basically. Machine purchase amount 10,000 and, and installation charge paid is equal to 40,000. Machine خریده شده و در مقابل یک لگ روپه و چل هزار پیده کن باقتر این چی که دی اگر شما ماشین خریداری میکنین به تانسال از چاینا یا از هر جا که از تانسال باقتر پول میپردازین باقتر گمرکات پول میپردازین باقتر انسالیشنش ما یاد میکنیم به خاطر فکسنگش، هر عدد که شما مصرف میپردازین او سر مصرف چی سر مصرف ماشین میاد، در وقت خرید و فروش درست هست؟ این حال یک اینجا، چلزار روپا یک لک و چلزار روپا باید تو منعیسید مصرف ماشین چی بکنی، مد نظر چرا؟ به خاطر اینکه این قبر تمام شد به مثال تو میری یک موتر از دبای میاری درست یک سه هزار دلار میخری یا گذار میتی ترانسپورتیشن یا گذار میتی دکم یک نفر پرسان میکنی موتر بر چند تامون شده تو کهی میگی سه هزار میگی پنج هزار نی چرا به خاطر که دو هزار پی دیگم تو برش مصرف پرداختی پس به او اساس ما اینجا چی میکنم ایر ریکارد میکنم گفته که ماشین پرچه است سو وان اکانت فور فور ماشینری یک اکانت با ماشینری میگرم ماشینری و یک اکانت دیگرم با چی و با, با کش فکر کو که یعنی میاګه لگا امره چلا زور کولی چی کدم پرداخته گرچه که به اینجا گفته ماشین پرچیز آن کش نگفته وی رلیت از ازیوم ده دو, دو دوی یا پرچیز آن کش باز اگر با کش نباشه و باز یک اکاونت دیگر به چی میگیریم با اکاونت بل میگیریم میگه ماشین پرید خریداری شده و مجموع شده اگر لگو چل یک اینقدرش پول نخ پرداخته اینقدرش چی پرداخته خر اگر ما دینجا تاور تست است That's our mechanism in the Asset. Machines belong to asset. Cash is also what belong to asset. Machinery, if you purchase number of machinery increase, but number of cash decrease. Right? So that is why this account become debit and this account become become credit. So now record it here itself. So record it now. So which account is debit? Machinery. Machine, machinery, account as debit. Which account? To to cash account. Right. How much is the value? Now record forty plus one lakh, one lakh forty. On the other side, also record one lakh forty thousand. Right. So this is done here. The next one is. This four transaction is basically belong to this four parts that we have discussed at the beginning.

trip expenses مربوط به outstanding, outstanding income outstanding و دیگه مربوط به چه است؟ مربوط به انکام received advance درست و اگر یادتان باشد در او زمان باد ما گفته بدیم که Outstanding expenses and income received in advances are type of liability, and also we have the garagov ta ke outstanding income, as well as prepaid expenses, these are the example of asset. Yeah, example of current asset. But if you are asset measure, waido ta diga marbut ba chi meyshod, marbut current liability, wai chi, if current asset. Ido dona current asset bud, ido ta current liability. اینمی چارت اونز دفعهن یارا تشریح میکنه که اگر وقت کلوم وقت ما مصرف بوب پردازیم کم پرداخت بشه یا مصرف بوب پردازیم زیاد یا این کم کاما کنیم کم یا این کم کاما کنیم زیاد چطور میتونیم که ایر در اکاونتینگ یا دفترچه چطور ایر چی بگر ریکورد کنیم درسته پس اینمی چهار مثال چهار آپشنه که باقی مونده این چهار به قسمت برتون چی میکنه برتون تشریح میکنه درست؟ سو so let me go for recording this one first of all let us see the first transaction on 18 on 18 RENT WAS, okay. was 10,000 FOR THE MONTH BUT COMPANY 7,000 ONLY سعی که گره پا اینجا اصلا رنت چند بوده با ما؟ ده هزار مگر کمپنی دا ما چند پرداخته؟ دا ما تانا پرداخته یعنی دا می ما پرداخته تانا هفت هزار اگر ده هزار روپا باشه تو هفت هزار با پرداخته آیا سه هزار قدزار نیمونی؟ پس سه هزار روپا چی میمونی؟ قدزار میمونی یعنی در اکی قد رنت ما با دو بخش تقسیم شد. اول رنت ما ده هزار بود مگر ما هفت هزار پرداختیم سه هزار شده باقی مانده در اینجا چند اکاونت ما ریکارد میکنیم خی اینال ما یه ریکارد میکنیم اول ریکارد میکنیم یک اکاونت میگیریم به خود رنت که فامیده شوه مجموع رنت چند بوده اکاونت دو میگیریم خی چقدر پول چی شده پرداخته شده و اکاونت سوم میگیریم که چقدر چی شده Outstanding مانده یونه چقدر چی است باقی مانده چقدر رنت چی شده باقی رم چه قبود چقدر پرداخته شده چقدر شده out چه میکنه بیکار مگر در بعضی مثال ها میتونه چی باشه آید باشه چه وقت آید میتونه باشه وقتی که ریسیب شده آید هست وقتی که پیش شده چی هست کش مربوط به ست هست, هست. out که خودش در این مثال یک نوع expense ما میتونیم بگیم که ات از out Outstanding rent is an example of outstanding expense in this case. So it is a type of liability, right? So if your pay rent, your expenses increase. Of course, your asset decrease. But on this side, your liability also increase. Increase in the expenses is called debit. Decrease in the expenses as in the asset is called credit. And increase in the liability is also called what? Pas dua kam tum te bechu de aga kam tum chishu kar de. Kire dai point meter ni chiko kana mira. Ei kala kana. Aval kolom account rent de bechu de rent account. Rent account to to which account? To cash account as well as to which account? To out standing rent. Ire chine kana outstanding rent account. Rosa, ei kala. ایناله اول ریکارد میکنی که در مقابل رند چند نشته میکنی در مقابل رند نشته میکنی که رند رن چند بود اصلا چند بود اصلا چند بود ده هزار ای ایر آفرین ریکارد میگه و در مقابل کش چند کش پرداختی چند پو کش پرداختی اخت هزار باقی مانده چی داری که نپرداختی در مقابل چی نشته کن نگیره؟ درست هست ای شد ریکارد میرم طرف ترانزکشن بعدیش 20. کمیشن was 20,000 for the month. Commission was how much for the man? 20,000. But company received 15,000 only. اصلا ما باید کمیشن 20000 رو بگیره دریافت میکردم مگر ما چند دریافت کردیم ما تنها دریافت کردیم چند هزار 15000 اینا به این معنی که 5000 پیم سر دی شخص دیگه چی شده مونده کیره بنا می شد میکنیم پیشتر بنا می چیت کردیم بنا نام استندینگ انکم اینا ول اینجا ما سبولن 3 اکاونت دارم اکاونت اولی رو درباره کمیشن بخدا این کمیشن ما چند بود دا خود اکاونت میگیرم که چند مکش دریافت کرده سیومین اکاونت خود میگیرم که اوتستاندنگ ستاندنگ کمیشن اوتستاندنگ کمیشن چرا گرفتم به خاطر ازی چون خود کمیشن گرفتم به خاطر که فامیلش چقدر بود کمیشن کش به خاطر گرفتم چقدر دریافت شده اوتستاندنگ کمیشن به خاطر گرفتم که فامیلش شده که چقدر پول چی شده چقدر پول ما سر مردم درست As in this example, we receive the commission, so commission is a kind of revenue, and cash is, of course, a kind of asset outstanding. Commission in this example, commission is an income, so outstanding commission is an example of outstanding income. So outstanding income is also an asset. So if you receive commission, revenue increase, asset increase. This one also will increase. Increase in this one is called credit, and increase in this two is called debit. Yam debet neş, yam çimeş. İri çimek ne record? Record kenen kolam account debet çöder. Cash account and kolam account autos pending termination. Outstanding. Outstanding commission account. Okay. To which account? To. To. To commission account. To commission. Sorry. To commission account. Now record how much. Record against ca cash. Record how much cash you have received. How much cash I have received? I have received 15,000. How much was the actual? Actual was 20. It means you have received less than that. How much you have received less than that? 5000, less than that. On the other side, against commission, record how much amount of 20,000. This was the case. Go for the next one. Insurance premium was 10,000 for the man, but company paid how much? 25,000. So against, in this case, in this example, we made, we paid more. The email masrafe insurance premium, yo masrafe bima. Da hazor ba mo buda, magar mo chan pardokte? Mo pardokte mira, bistupay niba. Da imona ke tushi pardokte, ziyad pardokte. پس سه اکانت باز هم دارم یک اکانت خودم میگیرم انشورنس پریمیم درست است اکانت دومی را چی میگیرم میگیرم که کش که چقدر پرداختیم و اکانت سیمی چون زیاد پرداختیم ایره میگیرم پریپید انشورنس پریمیم درست است انشورنس پریمیم درست سه اکانت این حال اینجا چون پیمنت شده انشورنس یک نام مصرف بر برمان شما درست است کش خوب بیدم که هست چون پریپید میشه پریپید اکسپنسز و اینجا پریپید اکسپنسز بالا میگ نبا چی میشه اصد درست هست اکسپنسز انکریز اصد دیکریز و ای اصد دیگه چی میشه انکریز میشه ای اکسپنسز دبت میشه ای اکسپنس ای اصد ما کردت میشه و ای اصد دیگه ما چی میشه دبت میشه این آل دینجا چی کنید تاریخ چند است؟ تاریخ 22 کدام اکامت که دبت میشن؟ کدام هست؟ Insurance Premium

و او طرف ریکارد بخیر این که ما پرداختیم کش چقدر است 25 دلار ریچارد اینجا ریکارد میرم طرف آخرش انترست واز 10000 فور د مان بات کمپنی ریسیوید 15000 از او قدر آیده که باید دریافت میکردی تو چی کردی زیاد دریافت کردی بازم که باز هم زیاد دریافت کردی مشکل نیست یک اکانت رو بگی با انترست یک اکانت بگی با کش و یک اکانت دیگه بگی با چی؟ با انکام ریسیفت این ادوانس درست هست؟ انکام ریسیفت این ادوانس

Record. So recorded. So which account is debit? Cash account is. Cash account is debit. To which account? To to interest. To interest account as well as which account? To To interest received and advance account. How much cash we received? We received 15,000 cash. So, 15,000 cash is received. But how much was actual interest? Actual interest was 10,000. So, how much extra you have received? You have received amount of 15,000. So, this was example number nine, with a little bit, which was a little bit different from the rest of the.